سلام و عرض ادب خدمت آقای امید دانو و طرفدارای آقای دانو و کسایی که این مسیر دوست دارم. دوستان، من چند روز پیش یه برنامه ای آقای امید دانو گذاشت برای اینکه یه کسی تهدیدش کرده، اومده در خونش زده و بعد یه سری چیزایی من شنیدم که یکی گفته بود امیدانه باید کشته بشه و نمیدونم بچش نمیدونم به ذلت بیفته و این داستان و بحثی کشتن امیدانه خیلی زیاد مطرح شده و میشه و خواهد شد. به خاطر همین من تصمیم گرفتم که من هیچ هماهنگی هم با آقای امیدانه نداشتم، ولی من خیلی وقتم نیست که تولید محتوا رو یاد گرفتم، ولی ابزار تولید محتوا رو تهیه کردم و میخواستم یه پیامی داشته باشم برای خود آقای امیدانا و برای دشمنان آقای امیدان. و پیام من اینه که اگر آقای امیدانا رو کشتی که بدونید که یه سری افرادی مثل خانم مسیح علی نژاد، که من بهش میگم خانم محاق پولی نژاد، همینطوری اینا افسرده میشن و خودشونو میکشن در اثر اینکه هر روز اخبار دروغ و چیز و ناامید کننده به مردم ایران میدن و این اخبار چیز به خودشون برمیگرده و هیچ کسی که ندونه این اخبار چذبه، اون کسایی که به قول آقای امیدانا میان از بغل کارتون خوابا و هوملسا میان میرن تو ساختمان بی بی سی، اونا میدونن دارن واقعا به مردم دروغ میگن و به خاطر یه پولی اندک وطن، پدر مادر و همه چیز خودشونو میفروشن و اینا بدونن که اینا روزانه همینطوری دارن عذاب میکشن و اگر آقای امیدانو کشته بشه احتمالاً خانم علی نژاد یه بحثی رو باب میکنی که شما در امان نباشین. بالاخره یادمی پیدا میشه تو این سابسکرایبر آقای دانو که ممکنه یه تیری غیبی از یه ذریع هم بیاد تو مغز شما و مثل کسایی که سردار سلیمانی رو کشتن و لیستش رو سپاه اعلام کرد، اینا دیگه روزی هزار بار باید بیمیرن، از جمله خود آقای ترامپ. پس این یه مسئله. و مسئله دوم، درختی که آقای امیدانا کاش و من شخصی از گاجیسم سیاسی در آورد، این درخت اینقدر از این درخت که تو الان میبینی صدها برابر این درخت ریشه داره و مطمئن باش من و هزاران نفر دیگه یه دکترین یا طراحی میکنیم به صورت خودسوش و مردمی که آقای امیدانا به محضی که کشته شد ما این مسیرش ادامه میدیم و شروع میکنیم به تحلیل خبرایی که به نفع ایرانه، شروع میکنیم به تحلیل صحبت های سرداران رشید ایران و مطمئن باش توی این زمین ما شما را راحت نمیذاریم. و امیدوارم، من بهت پیشنهاد میکنم که هیم در مورد این که من کشته بشم و اینا صحبت نکن و یه بار بگو آقا اگر روزی هزار بار منو بکشن و من زنده بشم، خودم و همسرم و بچه‌ام، حتی همسرم و بچه‌ام ظلم بکشم و منو زنده نگردن، من دست از این هدف پاک که دفاع از تمامیت ارضی کشور ایران و تمدن کهن ایرانه، دست از دفاع از ایران بر نخواهم داشت. و امیدوارم بدون که یه سری آدمایی خیلی خیلی از خودت یه اصطلاحی عامیانه اسفانی من بگم، آدم های کل خراب، از خودت کل خرابتر هستن مثل من، که من اگر تو جزایر قناری این صحبت رو میکنی و
نمیدونم انتقاد میکنی و اینا، من یادمی هستم که از همین سه چف ایران شروع میکنم به برنامه ساختن. پس شما هر چقدر از کشتن سردار سلیمانی سود و منفعت بردی و شما تخم سردار سلیمانی تو ایران اصلا کاشتی، یه سردار سلیمانی کشتی و 85 میلیون سردار سلیمانی تو ایران کاشتی. بکشید آقای امیدوانا رو، چه آقای امیدوانا انشاءالله چه 100 سال زنده باشن، ولی اگر این اتفاق افتاد قطعا 100 تا و 1000 تا امیدوانا، و اگر تعداد زیاد شد مطمئن باش که هر کسی یه سری دایره نفوذ داره. یعنی مثلا امیدوانا اگر دایره نفوذش 1 میلیون نفره، اگر 100 نفر شدن این دایره نفوذ خیلی بیشتر میشه. و من اصلا کارم زیاد سیاسی این داستانا نیست و آموزش موفقیت میخوام بسازم که محتوا تولید میکنم، و دقیقا به این نتیجه رسیدم اگر من الان تو ایران هستم و شرایطی مالی خوبی ندارم تو آمریکا برم 100 پله از ایران بدتر میشه، ولی اگر یادمی باشم که شرایطی مالی خوبی دارم، احساس خوبی دارم، حالا میرم تو آمریکا برای جهان گردی، میرم اروپا رو ببینم، میرم آفریقا رو ببینم، میرم کلی دنیا رو بگردم، هر جای دنیا باشم، حتی در سفرم پول میسازم. مشکل از بیرون نیست، مشکل از درونه. من مطمئنم که آقای امیدوانا تو سازمان موساد، تو سازمان نمیدونم انسیا، تو تمامی سازمانهای ضد ایرانی و سازمانهای جاسوسی پرونده داره و یه پرونده خیلی کلوفتم داره. میدونم که دشمنان ایران حتما به خونه آقای امیدوانا تشنم و یه سری دشمنهایی به درد نخورم که داره که اصلا نیازی نیست رازه بهشون صحبت کنیم، ولی آقای امیدوانا همیشه در مورد دکتری خیلی صحبت میکنه و همین چند روز پیش یه برنامه‌اش بود در مورد دکترین موشک که یه موشک هم زدن به 160 کیلومتر یه ناو هواپیما برای آمریکا، و به نظر من این موشک هیچ کمی از موشکایی که تو عین الجسد زدن نداشت و این موشک هم هیمنه آمریکا رو شکست. و خب یه مسئله دیگه ای که در مورد موشک من میخوام اضافه بر صحبت های آقای امیدوانا بگم که بدونن دوستان و دشمنان، ما از آقای امیدوانا آموزش دیدیم و دقیقا میدونیم چه اتفاقی داره میفته. این مانور آخر موشکی به نظر من یه صحبت هایی همیشه آقای محسن رضایی میکنه که میگه ما یه سری سلاح‌های سری داریم، و به نظر من اون سلاح‌های سری که ایران بهش نیاز داشت خیلی به حد نصاب رسیده و تعدادش زیاد شده و انبوه سازی شده که الان دارن موشک‌های 2000 کیلومتر رو تست میکنن، و مطمئن باشین این قطره ای از دریاست و اون دریای بیچرانی موشک جاییه که ما اصلا هیچ آمار اطلاعی از جزئیاتش نداریم. به نظر من برای دشمن ها خیلی خوبه که بدونن امیدوانا رو کشتی، 100% صدها نفر میان که همین مسیر رو ادامه میدن و خیلی هم ممکنه یه سری هاشون بهتر از امیدوانا ادامه بدن. آقای امیدوانا خیلی بذری سخنی خوبی ها تو ایران کاشتی، خیلی ها را از گاجیسم سیاسی یا اسکولیسم سیاسی نجات دادی، و من یه کسی بودم که آقای خامنه ای وقتی میگفت آمریکا بد عهده درست نمیفهمدم داره چی میگه، ولی الان دقیقا میفهمم که داره چی میگه، که آمریکا شناسی قهاری این رهبر عزیزی ما، و اینا را ما مدیونی این چیزایی هستیم که تو به ما آموزش دادی. حالا دینت زرتشته، ما کاری نداریم، یک تا پرستی کاری نداریم،
بابات چیه؟ ما کاری بابات مسلمونه، مادرت چیه؟ سنیه، کاری به این حرف ها نداریم. مارا از گاجیسم سیاسی نجات دادی، خیلی ممنون.